میخوایم بررسی کنیم با دانیال چطور دانیال خوبی؟ قربانت مرسی آقا شنبه بازی اول صبح ما که ما بازی اول اصر بود فکر کنم ناپولی آتالانتا ناپولی که بازی قبلی حالا از شما سیش باخت سر نیمدنشو یه ذره استرس کرده بود آماده بود آتالانتا هم خیلی بازی کرده این مدت یه خسته بود از اون برم برای بازی چمپیونزی خود استراحت داده به بازی کنن اومد آتالانتای ناپولی آتالانتا رو برد دیگه چهار یک نظر چیه راجعه به ناپولی خیلی خوبه به نظر من این فصل آره نه واقعا ناپولی رافت افتاده با گتوزو از لحاظ تکتیکی هم گتوزو به نظرم خیلی باحال کارش اولویتش دفاع خیلی دفاعیه و چیزی که ناپولی کلا مشکل داشت حتی زمان ساری گل زیاد میخورد این ضعف رو به نظرم برطرف کرد می دفاعی ولی خیلی تهاجم بازی میکنیم پس هر بازی 6 تا 4 تا اینقدر مهره تهاجمی داره یعنی شما نگاه بکنید مثلا پولیتانا هست لوزانا هست نمیدونم اوسیمن هست اینسینی هست مرتنز هست اصلا نمیتونی دفاعی بازی کنی آم... به نظرم با بازیکن ها یعنی بازیکن های حملش خیلی قوی هم. یعنی بازیکن داره تو حمله ام. و اینا یعنی تکتیکش،, تکتیکش،, بیشتر یعنی خیلی حجومی نیست به نظرم میرم دارم این فصل که اینطوری نیست این فصل خیلی تاجم بازی میکنه مسئله که هست اینه که لوزانو مثل خرید جدید میمونه چون پارسال لوزانو رو آوردن حالا یه خورده داشت یه بازی نتونست بکنه به اون صورت یعنی الان مثلا هم یه ناپولی سه خرید دو تا خرید کرده با کایکا و سیمن ولی به نظر من لوزانو خودش خرید سومیه خاطر اینکه بازیکن اصلا بازی نکرد برسه الان بازی کرده چهار پنج تا گل زده خیلی خوب بود جلو آتالانتا و او سیمن بب. چقدر خوب بازی میکنه الان بازی چهارم واقعا داره خوب بازی یعنی اصلا همه بازی رو به گل فصلش زد این بچه من از اول فصل گفتم خرید خوبی هفتاد میلیون می از فعلا که عالی بود حالا ببینیم چی میشه بازیکن فیزیکی قد بلند پاس خوب شوت خوب صورتم هم بالا یعنی یه تانکیه قشنگ مثل یه تانک میمونه برای ناپدی من خیلی خوشبین نبودم نسبت بهش ولی داره نظرمو عوض میکنه خیلی خوبه یه خوبی که آره ناپولی داره مثل تیمه یعنی مثلا گلو که زد اوسیمن مثلا گتوزو رفت تو بغل گتوزو و اصلا یه خورده این تیم شده یعنی گتوزو اومده یه انرژی اضافه کرده به این تیم که این تیم خیلی همبسته است زمان آنجلوتی این شکلی نبود یه خورده گتوزو بهتر داره کار میکنه از آنجلوتی واسه تیم من نمیگم گتوزو مربی بهتر از آنجلوتیه ولی برای ناپولی فعلا گتوزو بیشتر جواب داده از لحاظ شخصیتی آره. فکر می‌کنی ناپولی میتونه قهرمان شه؟ قهرمانو قهرمان نمیدونم ولی به نظرم چهار تا تیم هست صدرس. چرا فکر می‌کنی قهرمان نمیتونه بشه؟ یا اه... شاید هنوز شخصیت قهرمانیو رو نداشته باشه. اه... به نظر هنوز یه سطح تیمش هنوز یه ذره از یوونتوس و حتی اینتر پایینتره از راز قهرمانی کی باید پیش بیاد در آخر باید قهرمان بشی دیگه موقع <تصفح> منظورم که این چی میگم این فصل فصلیه که میتونن حالا چون چرا من فکر میکنم میتونن بخاطر اینکه اینتر اولن که حالا بازی بعد اینتر سوال میگم اونقدر قوی ظاهر نشده اول اول فصلی یعنی اونقدر چنگی به دل نزده سبک بازی یا سبک کنته کردن جواب نگرفته اونقدر بازی ها رو سخت برده اونایی که برده این هفته که با میلان اذیت شده صحبت میکنیم ام اون برم یوونتوسی خود از یه ذره تیمی که مشخص نیستی خود بلنس نداره بازیکن تهاجمی زیاد خریدیم یه خود اینم مسئله است حالا من فکر می‌کنم ناپولی میتونه قهرمان شه من خودم توی تاپ فور نذاشته بودمش ولی با این سبک بازی که دارن ارائه میدن خوب دارن بازی میکنن احساس میکنم شانس داره برای قهرمانی شانسش هم زیاده فعلا حالا چی میشه آره ببینیم چی میشه دل چی بود اسمش دل مدونینو دل مدینی نه دقیقا اونم آقا میلان که برد این ترو زلاتان در سی و هشت سی و نو. سی, و نو. سی و نو. دو تا گل <تصفح> زد بعد <داده تصفح> کرونا یعنی کرونا رو منفی زد اومد تو بازی بعدش گفت من مثبتم بودم بازی میکردم اگه میذاشتم دو تا گل زد حالا گلاش مثلا یکی ببینیم می خوب ولی خیلی خوب بازی کرد این واقعا ز... بازی دیده باشم بچه خیلی زیاد خوب بازی کرد میلان چهار تا برد از چهار تا بازی فکر میکنم جذابه تو فکر می‌کنی میلانو چه میبینی؟ می‌بینی میلانم تو چهار تیم گفته بودم گفته بودم یووه اینتر میلان و ناپولی میلانو میلان من سوم میدیدم هنوزم تقریبا می‌بینم اینتر اه... بالاتر میلان می‌ذاریم پس آره آره هنوز که هنوز آره میگم اینتر جلوتره حالا ببینیم چی میشه ولی میلان خیلی تیمش داره راه میفته پیولی هم داره کم کم جا میفته کاملا و خیلی وقت جا افتاده <applause> با این وضعیت یعنی بازیکن اونقدر ندارن یعنی مثلا با نمیدونم آ... زلاتان و اینا <applause> یه خورده میدونی مثلا زلاتان سنش بالاه به حال هر چیزی و نو سالش مثلا سال مارکرز و نمیدونم ساموکاستی یعنی بازیکن داره ولی با اینها به نظرم بیشتر از حد خودش من چهار تا ببره این بازی هم اینتر میگم یه خورده ضعیف آ... شده البته آه. آره اینتر یه کمی عجیبه میدونی دانیم مثلا این داشتن نگاه میکنم کنتی زده تصمیز وسط کولاروفو میذاره بعد مثلا به سکرینیار بازی نمیده این وسط مثلا درست سه دفاع است. ولی دی امروزیو الکساندر کولاروف بازی میکنه بعد کولاروف خیلی بد بازی میکنه تون چند دقیقا. من عجیبه برام پارسال هم همین بود خی... همیشه برام سوال بود که چرا اینقدر کنتی دفاعش رو تعویض میکنه خیلی هر بازی مثلا یه دفاعه فرق میکنه بازی به بازی با اینکه مثلا قبلا یادمه مثلا زمان یووه و چلسی همیشه ثابت بود دفاعش یعنی مثلا کلینی بونوچی بارزاگلی تکون نمیخوردن تو چلسی هم همیشه ثابت بود خیلی ترکیب اصلیش رو دست نمیزد الان خیلی عوض میکنه مثلا دفاع مثلا یه روز باستی یه روز کلاروفه یه روز اسکرینیار یه روز دوریجه کاش کاش اسکرینیار بود از بازی نمیده بعد میگم حالا آخر فصل میخواستم بدنش بره نشد حالا این بازی مثل این کسان حالا دارم نگاه میکنم مثل این کسان نبوده توی لیست حالا نمیدونم دلیلش ولی بعد این اینتری بیام کمکمون بکنم ولی کلا اسکرینیار زیاد اعتقادی نداشت از آخر فصل قبلی حالا کولاروف هم بعد بد بازی میکنه یه ذره عجیب مثلا پرسیش هم تو اون پست جواب نمیده آم. این خور مشکلات از ولی اینتر امسال دیگه خیلی مثلا نمیشه زیاد کنت دفاع کرد چون بازی کنگی میخواست و خرید حالا آم... ویدیالو میخواست آوردن کولاروف میخواست آوردن یعنی بازی کنگی میخواست و خریدن حالا حکیمی آوردن ولی آم... خب جالب نه حالا ببینیم با چی میشه دیگه <applause> لاتسیو هم صحبت کنم با سمتوریا چی شد لاتسیو الان میام بچهای سریا آم امید ما گفتیم لاتسیو مثلا ضعیف میشه این فصل و اینا ناراحت بودن ولی خب این بازی نشون دادون که واقعا میگم یه فصل سخت صخ... بود که تیم خرید نداشته تیم مثلا خریدی نکردیم مثلا الان آم... مثلا با سمتوریا که الان قدم قوی نیست تا خرد حرفی هم برای گفتن نداشت نمیدونم لاتسیو فهم کنیم سال اذیت میشه چی میشه وضعیتش آره آره لاتزیو خیلی سخت کارش چندین سال هم هست که سیمون اینزاگی به حال رو ممکنه یکم اه، 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 تکراری شده باشه صحبتاش تکتیکش نمیدونم ولی به تو،, تو کورس نیست امسال لاتزیو کارش خواهد، سخت خواهد اصلا تو حالا مسئله ببینیم که ام... میگم یو ها ناراحت میشه من ولی اگه پیرلو جواب نگیره و براستین فکر کنم اگه لاتسیو و نشه میچ بگیره فکر کنم مربی بعدی یو باشه حالا زاگی... ام... یو ممكن قورتونل... داره ام... امکانش بود خودم دوست داشتم بیاد آره حالا آره بعد ببینیم حالا یو به و به نظر نه و کروتونه رو میبرد دست در نکنید خب چرا باید می؟ آخه میگم پورتو. یه ذره اخراجش فکر میکنم یه خورده سختگیرانه بود خیلی واقعا نمی... من دوست ندارم داور رو روی اه... مقصر بدونیم بدونم ولی اه... حتی بازی با روم حالا رابیو اخراجیش خب طبیعی بود ولی این بازی اه... حتی اول از همه پنالتی که گرفت به نظرم مثلا واقعا خیلی سختگیرانه بود هم. خیلی سختگیر بود بعد اخراجی و بعد گل مراتا گل دومش آره اونم بعد شانس بودیم اصلا واقعا عجیب بود حقمون باخت نبود با اینکه بد بازی کردیم خیلی بد بازی کردیم کلا به نظرم وقت میخواد پیلو خودشم گفت طبیعی هم هست تکتیکش جدید بازیکن ها مثلا کیزا رو پستش رو عوض عوض کرد پست کیزا رو همون مشکل, دا... هم مشکل منه همون مشکل منه دانیل این هم بازی کنه مثلا کیزا بر چی باید وینگ بک بازی کنه مثلا دفاره توی پنگ بازی کنه بازی کنه این ببین... با بازی, کنه... با بازی گل بینگ... با زنه نه به نظرم آمارش رو ببین اندازه کافی گلزن نیست ببین کیه يعني... خوب بازی میکرد توی فیورنتینا خیلی خوب گل میزد آره ولی تو تیم فیورنتینا وقتی میاد یووه خب انتظار میره بالا دیگه ازش خب باید... بالا ولی اون پست یه خورده نمیدونم نه آخه او خب میدونی چرا اینگره به نظرم کاملا کلاسیکه مثلا تو مثلا چیزو رو فرض کن اه... اه... کیو بگم مثلا دیوید بکام مثلا امروزه اگه بازی میکرد دیگه فکر نکنم وینگر آر وی بازی میکرد امروزه یه, یه ممکن پست الان آر ام سابق الان شده آر وی بی یا آر بی فول بک های امروزه همون وینگر های سابق هم واسه همین کیزا به نظرم چیز نیست بازی کنه نیستم با دنیا. خوب گل میزد با بازی کنه میاد تو وارد میکنه سمت چپ میذاره تو گل نمیان سازه کنم اونجای ذره حیف. آم... کار تیمیش هم قویه بازیکن تونستن که آره میتونه ولی من فکر کنم بهترین حالت بازیکن اینه که تو پست 4 3 ترکیب 4 یعنی به نظر با هم کولوسفسکی هم پست آره درسته یعنی واقعیتش اینه که هم پسته حالا آره درسته میخواد بذارتش وینگ بک ولی آه... تو هم میدونه وقت رفتو یووه میخوای سعی کنی بگی جواب میگیره ولی خب به نظر من حالا بازی این بازی که جواب نگرفت مشت... دقیقه 29 اخفاض شده ولی آم... حالا داریم چی؟ داد پاسگول داد خب حالا میدونی حتی این بازی یه ذره سخته که مثلا بگیم حالا یووه خوب بود یا بد بود بازی نداشتن مثلا این سری بازی جوان تو بود اصلا مراتا مثلا مهاجم هستید باشه رونالدو نبود یه خود اینا هم هست حالا نمیتونیم خیلی بگیم نتیجه نامید کننده ای بود ولی خب من اگه طرف داری بودم نگران نبودم ولی خب مخصوصا بازی قبلی که راحت ناپولی بردین یه این آم، راحت میکنه کار ولی خب نگرانی هم داره چون بالاخره یه سمتیز راحت دیگه نسبتا ولی با این وضعیت مستومیت و اخراج و اینا یه خود آره. داره سخت شد آره امیدوارم آم... آ... طول نکشه یعنی سری را بیفته و بازیکن ها عادت کنن به تاکتیک های پیرلو ولی ایدهاش داره. ایدهاش قشنگه پیرلو این هجومیه خیلی خیلی فرق کرده با سالای پیش فرق کرده ولی خب باید خوب بازی کنه ببین خوب بازی میکنه یعنی ادامه پیدا کنه چند تا بازی ببینیم چی میشه روم و بنونتو هم صحبت کنیم سری روم 5 تا زد بالاخره یکو برگشت به اوج ولی خب من اساساً روم خیلی کارش سخته توی تاپ 4 هم چنان میام توی 4 تا سخت میبینم روم و لاتزیو رو و روم هم فکر نمیکنم ولی میتونه بهتر از لاتزیو فکر میکنم کار میکنه این فصل اگه بخوام بگم آره مم... ممکنه چند تا بازیکن جوون هم داره ممکنه راه بیفته آره تیمش خورده جذاب تر از لاتزیو فعلا حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه میتونم بیان تاپ فور نمیتونم نه هدفشون صد درصد تاپ فور رو uh, <applause> باشه دانیل دمت گرم دمت گرم